کتاب گویا شرح معاهدات بین المللی است برای آگاهی من و تو، کاری از بخش پژوهشی رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و با همکاری کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر. دستورالعمل 1.2.ب گواهی نامه پزشکی. دستورالعمل 1.2.1.ب دستورالعمل های بین المللی. مقام صلاحیت دار، پزشک متخصص، معاینه کنندگان، مالکین کشتی، نمایندگان دریانوردان و تمامی افراد دیگر مربوط که در اجرای معاینات پزشکی داوطلبین دریانوردی و خدمت دریانوردی دخالت دارند، باید از دستورالعمل‌های سازمان بین‌المللی کار، سازمان بهداشت جهانی در خصوص چگونگی انجام معاینات پزشکی دوره‌ای و نیز پیش از سفر دریایی دریانوردان، از جمله فسخ بعدی و نیز هر گونه دستورالعمل بین‌المللی قابل اجراء دیگر که توسط سازمان بین المللی کار، سازمان بین المللی دریانوردی یا سازمان بهداشت جهانی منتشر می شود، پیروی نماید. مقرره 3.1 آموزش و کسب صلاحیت های لازم. هدف تضمین این که دریانوردان آموزش لازم را سپری نموده یا برای وظایف خود بر روی کشتی صلاحیت لازم را کسب نموده‌اند. 1. دریانوردان فقط در صورتی می توانند بر روی کشتی کار کنند که آموزش لازم را سپری یا صلاحیت لازم را کسب کرده یا برای انجام وظایف محوله خود شایستگی لازم را داشته باشند. 2. دریانوردان فقط در صورتی می توانند بر روی کشتی کار کنند که آموزش کامل در خصوص ایمنی فردی را به طور موفقیت آمیز سپری کرده باشند. 3. آموزش و تایید صلاحیت طبق اسناد اجباری مصوب سازمان بین المللی دریانوردی باید به عنوان برآورده شدن الزامات بندهای 1 و 2 این مقرره مد نظر قرار گیرد. 4. هر عضوی که در زمان تصویب این مقابله نامه متعهد به رعایت مقابله نامه گواهی نامه دریانوردان کارآمد مصوب 1946 میلادی برابر با 1325 هجری شمسی شماره 74 می باشد، باید به انجام تعهدات خود به موجب آن مقابله نامه ادامه دهد، مگر تا زمانی که مفاد اجباری پوشش دهنده موضوعات آن که توسط سازمان بین المللی دریانوردی به تصویب رسیده است لازم الاجرا شود، یا تا سپری شدن 5 سال از زمان لازم الاجرا شدن این مقابله نامه طبق بند 3 ماده 8 این مقابله نامه، هر کدام که زودتر باشد. مقرره 4. 1. استخدام و کاریابی. هدف تضمین این که دریانوردان به نظام کاریابی و استخدام کارآمد و منظم دسترسی دارند. 1. تمامی دریانوردان باید به نظام کارآمد مناسب و پاسخگو برای یافتن کار بر روی کشتی بدون داشتن هیچ گونه هزینه‌ای دسترسی داشته باشند. 2. خدمات استخدام و کاریابی که در داخل قلمرو یک عضو انجام می شود، باید طبق استانداردهای ارائه شده در مجموعه قوانین باشد. 3. هر عضو ملزم است که در مورد دریانوردان شاغل بر روی کشتی حامل پرچم آن اطمینان حاصل نماید
که خدمات مورد استفاده کاریابی و استخدام دریانوردان توسط مالکین کشتی و متعلق به کشورهای و سرزمینهایی که این مقابله نامه در مورد آنها اجرا نمی شود از الزامات مندرج در بخش مجموعه قوانین این مقابله نامه پیروی می نماید. استاندارد 1-4 الف استخدام و کاریابی. 1. هر عضوی که دارای خدمات استخدام و کاریابی دولتی می باشد باید تضمین نماید که خدمات مذکور به نحوی انجام می شود که حمایت و ارتقاء حقوق اشتغال دریانوردان را همان گونه که در این مقابله نامه تصریح شده است در بر دارد. 2. در جایی که عضوی دارای خدمات استخدام و کاریابی خصوصی در قلمرو خود می باشد که هدف اصلی آن استخدام و به کارگیری دریانوردان یا استخدام و به کارگیری تعداد خاصی از دریانوردان است، این مراکز موظف هستند که طبق نظام استاندارد شده اعطاء مجوز یا تایید صلاحیت یا مقررات دیگر عمل نمایند. این نظام تنها پس از مشورت با سازمان‌های دریانوردان و مالکین کشتی مربوط قابل ایجاد تغییر یا اصلاح می باشد. در صورت تردید در مورد اعمال یا عدم اعمال این مقابله نامه در مورد نظام خدمات کاریابی و استخدام خصوصی، مراتب توسط مقام صلاحیت دار و پس از مشورت با سازمان‌های دریانوردان و مالکین کشتی مربوط تعیین خواهد شد. افزایش بیش از اندازه خدمات استخدام و کاریابی خصوصی توصیه نمی‌شود. 3. مفاد بند 2 این استاندارد در محدوده‌ای که توسط مقام صلاحیت دار و پس از مشورت با سازمان‌های دریانوردان و مالکین کشتی مربوط تعیین شده است، در قالب خدمات کاریابی و استخدام توسط سازمان دریانوردان در قلمرو عضو مورد نظر برای تأمین دریانوردانی که تبعه عضو صاحب پرچم مذکور هستند نیز قابل اعمال می باشد. خدماتی که توسط این بند تحت پوشش قرار می گیرد عبارت است از خدماتی که شرایط زیر را برآورده می نماید. الف خدمات استخدام و کاریابی که به موجب توافق جمعی بین آن سازمان و یک مالک کشتی عمل می نماید. ب. هم سازمان دریانوردان و هم سازمان مالکین کشتی در قلمرو عضو قرار دارند. پ. عضو دارای رویه ها یا مقررات یا قوانین ملی برای تصویب یا ثبت توافق جمعی می باشد که به خدمات استخدام و کاریابی اجازه فعالیت می دهد و ت خدمات استخدامی و کاریابی به نحو مطلوبی انجام می پذیرد و معیارها به گونه ای است که باعث حمایت و ارتقاء حقوق اشتغال دریانوردان طبق موارد مندرج در بند 5 این استاندارد می شود. 4. هیچ چیز در این استاندارد یا مقرره 1-4 نباید چنین تلقی شود که الف عضوی را از داشتن نظام خدمات استخدام و کاریابی رایگان عمومی برای دریانوردان در چهارچوب سیاستی که نیازهای دریانوردان و مالکین کشتی را برآورده می نماید محروم نماید، اما از اینکه خدمات مزبور تشکیل دهنده بخشی از نظام خدمات اشتغال عمومی برای تمامی کارگران و کارفرمایان یا هماهنگ با آن باشد، یا ب عضوی ملزم به برقراری نظامی برای اجرای خدمات استخدام و کاریابی خصوصی برای دریانوردان در قلمرو خود شود. 5. عضوی که نظام موضوع بند 2 این استاندارد را تصویب نموده باید در قوانین و مقررات یا دیگر اقدامات خود حداقل الف خدمات استخدام
و کاریابی را از بکارگیری ابزارها، سازوکارها یا فهرستهایی من نماید که قصد آنها ممانعت یا منصرف نمودن دریانوردان از تصاحب مشاغلی است که صلاحیت کسب آن را دارند. ب. مقرر نماید که هیچ گونه حق و زحمه یا هزینه ای بابت استخدام یا کاریابی یا تأمین اشتغال برای دریانوردان به طور مستقیم یا غیر مستقیم، کلی یا جزئی از آنها دریافت نمی شود، به غیر از هزینه گواهی نامه ملی پزشکی، دفترچه ملی دریانوردان و گذرنامه یا دیگر اسناد مشابه مسافرت فردی که در هر حال شامل هزینه روادید یا ویزا که باید توسط صاحب کشتی تهیه شود نمی باشد. و پ. تضمین نماید مراکز خدمات استخدام و کاریابی مشغول فعالیت در قلمرو آن. 5. پ. 1. فهرست روزآمدی از تمامی دریانوردان استخدام یا کاریابی شده توسط آنها را جهت بازرسی مقام صلاحیت دار حفظ و نگهداری می نماید. 5. پ. 2. اطمینان حاصل می کنند که دریانوردان قبل از یا در حین شروع فعالیت نسبت به حقوق و وظایف خود بر مبنای قرارداد کارآگاهی یافتند و اینکه ترتیبات مناسب برای دریانوردان مهیا شده است تا قبل و بعد از امضاء قرارداد آن را بررسی و مطالعه نمایند و یک نسخه از آن را نیز در اختیار داشته باشند. 5. پ. 3. تصدیق می نمایند که دریانوردان استخدام یا کاریابی شده توسط آنها صلاحیت لازم را دارا بوده و اسناد مورد نیاز برای شغل مورد نظر را نیز در اختیار دارند و اینکه قراردادهای کار دریانوردان طبق قوانین و مقررات قابل اجرا و هر گونه توافق جمعی است که بخشی از قرارداد کار را تشکیل می دهد. 5. پ. 4. تا جایی که امکان دارد اطمینان حاصل می کنند مالک کشتی دارای وسایلی برای حمایت از دریانوردان جهت جلوگیری از سرگردانی در یک بندر خارجی می باشد. 5. پ. 5. هر شکایتی که در محدوده فعالیت‌های آنها پیش می‌آید را بررسی و پاسخ داده و هر گونه شکایت حل و فصل نشده ای را به مقام صلاحیت دار اعلام می‌نمایند. 5. پ. 6. نظام حمایتی را از طریق بیمه یا روش‌های مناسب دیگر ایجاد می‌نمایند تا دریانوردان را در برابر زیان‌های مالی که ممکن است بر اثر از دست دادن کار به وجود آید مورد حمایت قرار داده یا اینکه مالک کشتی بر مبنای قرارداد کار منعقده تعهدات خود را نسبت به آنها برآورده نماید. 6. مقام صلاحیت دار باید دقیقاً نظارت و کنترل خود را نسبت به تمامی مراکز خدمات استخدام و کاریابی در حال فعالیت در قلمرو عضو مربوط اعمال نماید. هر گونه مجوز یا گواهینامه یا اعطای اختیار مشابه برای فعالیت مراکز خدمات استخدام و کاریابی خصوصی در قلمرو عضو مربوط تنها پس از تایید این موضوع که مرکز ارائه خدمات استخدام و کاریابی مربوط طبق قوانین و مقررات ملی فعالیت می نماید قابل اعطا یا تمدید اعتبار است. 7. مقام صلاحیت دار باید تضمین نماید که ابزارها و روشهای مناسب در صورت لزوم برای تحقق پیرامون شکایت مربوط به فعالیت مراکز خدمات استخدام و کاریابی که در صورت اقتضا نمایندگان مالکین کشتی و دریانوردان را نیز در بر می‌گیرد وجود دارد. 8. هر عضوی که این مقابله نامه را تصویب کرده است باید تا جایی که امکان دارد
و اتباع خود در خصوص مشکلات احتمالی کار بر روی کشتی های حامل پرچم دولتی که این مقابله نامه را تصویب نکرده است آگاهی لازم را ارائه نماید، تا زمانی که متقاعد شود استانداردهای معادل مواردی که به وسیله این مقابله نامه تعیین شده است اعمال می‌گردد. اقدامات اتخاذ شده برای ترتیب اثر دادن به این موضوع توسط عضوی که این مقابله نامه را تصویب کرده است نباید مغایر با اصل نقل و انتقال آزاد کارگران مندرج در معاهداتی باشد که دو کشور مربوط طرفین آن می باشد. 9. هر عضوی که این مقابله نامه را تصویب کرده است ملزم خواهد بود که در قبال مالکین کشتی هایی که حامل پرچم آن هستند و از خدمات استخدام و کاریابی مستقر در کشورها یا قلمروهایی استفاده می نمایند که این مقابله نامه در آنجا اعمال نمی شود، تا جایی که امکان دارد تضمین نماید که آن خدمات برآورد کننده شرایط این استاندارد می باشد. 10. هیچ چیز در این استاندارد نباید به عنوان تقلیل دهنده تعهدات و مسئولیت‌های مالکین کشتی یا عضوی در قبال کشتی‌های حامل پرچم آن درک شود. دستورالعمل 41ب استخدام و کاریابی. دستورالعمل 41ب دستورالعمل‌های عملی و سازمانی. 1. مقام صلاحیت دار هنگام انجام تعهدات خود به موجب بند 1 استاندارد 1.4 الف باید اقدامات زیر را انجام دهد. الف، انجام اقدامات لازم در جهت ارتقاء مشارکت مؤثر در میان مراکز خدمات استخدام و کاریابی دریانوردان اعم از دولتی و خصوصی. ب، تأمین نیازهای صنعت دریانوردی هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی با مشارکت مالکین کشتی، دریانوردان و مؤسسات آموزشی مربوط هنگامی که توسعه برنامه‌های آموزشی برای دریانوردان نیست که تشکیل دهنده بخشی از خدمه کشتی مسئول کشتیرانی ایمن و جلوگیری از آلودگی هستند. پ. ایجاد ترتیبات مناسب برای همکاری نمایندگان سازمان‌های دریانوردان و مالکین کشتی در سازمان و نیز فعالیت مراکز خدمات استخدام و کاریابی در جایی که وجود دارند. ت. با توجه به مقتضی به حقوق مربوط به امور خصوصی و نیاز به حفظ امور محرمانه، تعیین شرایطی که بر مبنای آن اطلاعات شخصی دریانوردان توسط مراکز خدمات استخدام و کاریابی مورد بررسی قرار گیرد. 3. تأمین ترتیباتی برای جمع‌آوری و تحلیل تمامی اطلاعات مرتبط با بازار کار دریایی شامل دریانوردان کنونی و آتی که به عنوان خدمه کار کرده و بر مبنای سن، جنسیت، درجه و صلاحیت طبقه بندی شدند و نیز مواردی مورد نیاز صنعتی شامل جمع‌آوری داده‌ها بر مبنای جنسیت یا سن که تنها برای مقاصد آماری معتبر می باشند یا به منظور جلوگیری از تبعیض بر مبنای سن و جنسیت در ساختار یک برنامه مورد استفاده قرار می گیرند. ج. تضمین اینکه پرسنل مسئول نظارت بر مراکز خدمات استخدام و کاریابی برای خدمه کشتی که مسئول کشتیرانی ایمن و جلوگیری از آلودگی هستند، آموزش کافی و تجربه لازم را در خصوص خدمت دریایی کسب کرده و دانش مرتبط با صنعت دریانوردی از جمله اسناد بین‌المللی دریایی مرتبط با استانداردهای کار، صدور گواهینامه و آموزش را دارا می باشند. چه؟ تدوین استانداردهای عملی و تصویب مجموع قوانین اجرایی و رویه‌های اخلاقی متعلق به مراکز خدمات استخدام و کاریابی و ه. اعمال نظارت بر نظام صدور گواهینامه یا مجوز بر مبنای نظامی که طبق استانداردهای کیفی می باشند. 2. در تعیین استاندارد موضوع بند 2 استاندارد 1.4 الف، هر عضو باید لزوم ایجاد مراکز خدمات استخدام و کاریابی را در قلمرو خود به منظور توسعه و حفظ رویه های عملی قابل تایید در نظر گیرد.
این رویه های عملی برای مراکز خدمات استخدام و کاریابی خصوصی و نیز در محدوده‌ای که قابل اجرا می باشد برای مراکز خدمات استخدام و کاریابی دولتی باید موارد زیر را در بر گیرد. الف، آزمایشات پزشکی، اسناد هویت دریانوردان و هر مورد دیگری که برای دریانورد به منظور تصاحب کار مورد نیاز می باشد. ب، حفظ سوابق کامل و دقیق دریانوردان که توسط نظام استخدام و کاریابی آنها نگهداری می شود. با توجه مقتضی به حقوق مربوط به امور خصوصی و نیاز به حفظ امور محرمانه. این سوابق باید موارد زیر را در بر گیرد ولی محدود به آنها نشود. 1-2 گواهینامه تایید صلاحیت دریانوردان. 2-2 سوابق کاری. 3-2 اطلاعات شخصی مرتبط با کار. مورد 4 اطلاعات پزشکی مرتبط با کار. پ حفظ فهرست های روزآمد از کشتی هایی که مراکز خدمات استخدام و کاریابی برای آنها اقدام به تأمین دریانورد نموده و تضمین می نماید که خدمات آنها در صورت لزوم در تمامی ساعات مهیا می باشد. ت رویه هایی که تضمین نماید دریانوردان یا کارکنان شاغل بر روی کشتی های خاص از جانب مراکز خدمات استخدام و کاریابی یا شرکت خاص مورد استثمار قرار نمی گیرد. 3. رویه هایی برای جلوگیری از استثمار دریانوردان که ناشی از پیشنهادهای اقواگرانه یا هر گونه معاملات مالی دیگر بین مالک و دریانورد که توسط مرکز خدمات استخدام و کاریابی انجام شده باشد. ج. ارائه آگاهی به طور شفاف به دریانوردان در مورد هزینه هایی که در فرایند استخدام متحمل می شوند. چه اطمینان خاطر از اینکه دریانوردان نسبت به شرایط خاص قابل اعمال در کاری که قرار است مشغول آن شوند و نیز سیاست‌های خاص مالک کشتی در مورد اشتغال آنها آگاهی لازم را دریافت نمودند. ه رویه هایی که طبق اصول عدالت طبیعی برای مقابله با موارد مربوط به عدم صلاحیت و بی‌انضباطی می باشند و منطبق با قوانین ملی و توافق جمعی هستند. خ. رویه هایی برای تضمین این که تمامی گواهی نامه های اجباری و اسناد ارائه شده برای کار جدید هستند و به صورت جعلی به دست نیامده اند و معرفی نامه های کار مورد تایید قرار گرفتند. د. رویه هایی برای تضمین این که درخواست خانواده های دریانوردان برای کسب اطلاع یا خبر هنگامی که دریانوردان در دریا هستند به صورت فوری و با نظر مساعد و بدون هیچ گونه هزینه ای انجام می شود. و ز تایید این موضوع که شرایط کار بر روی کشتی هایی که دریانوردان قرار گرفته اند طبق توافق های مذاکرات جمعی منعقده بین سازمانه نماینده دریانوردان و مالک کشتی می باشد و به عنوان یک سیاست تأمین دریانوردان تنها برای آن دسته از مالکین کشتی که شرایط کاری منطبق با قوانین و مقررات یا توافقهای جمعی را برای دریانوردان تدارک می بینند. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.